زمان دانشجوی ما یه دختری تو کلاسمون بود که نه تنها فکر کرد خیلی خوشگل و خوشتیپ و خفنه و همه دوست دارن باهاش معاشرت کنن، بلکه واقعا خیلی خوشگل و خوشتیپ و خفن بود و همه دوست داشتن باهاش معاشرت کنن. حتی خود من حاضر بودم به فوش بده ولی با حرف بزنه. ولی خب به هر حال بعید بود دیگه، اون متولد آلمان بود و راجع به انگلیشتات و دارمشتات و لایپزیگ و اینا صحبت کرد. ما سعی می‌کردیم با این حرف نزنیم که یه موقع آبرومون نره. تا اینکه گذشت و یه سری واسه یکی از درسای عملیمون استاد من و این شقایق خانوم رو توی یه گروه انداخت که با هم دیگه پروژمون رو انجام بدیم. این شقایق یه ویژگی خاصی داشت، وقتی که بهش میرسیدی دهنت لق میشد، سلام شقایق جان. و این اومد و به من گفتش که بیا بریم یه جایی نهار بخوریم، راجع به پروژمون هم صحبت کنیم. گفتم فقط رستوران ایتالیایی بریم. بعد دیگه همینجوری گفتم خب چی بگم دیگه، چی میتونم بگم؟ اون متولد آلمانه. بعد من آلمانی ترین چیزی که از نزدیک دیدم لباسشویی جهیزیه مامانم بود که اونم ساخت چین بود. بعد گفتم حالا چاخون که میشه کرد دیگه. حالا گفتم خب شقایق جون شما خالت آلمان بود دیگه. گفت نه چطور؟ گفتم آخه عمامینای مام آلمانن. که یهو یه صدای پشت سرم گفت وای زنده بیا حسب داغ تو مخت بریزن اینجا چه کار میکنی؟ نگاه کردم دیدم عمم بود. و برگشتم دوباره نگاه کردم دیدم قطعا عممه. بعد گفتم که شقایق جان عمه هستن. عمه شقایق جان هستن. حالا خری که کجی داشتید میرفتید؟ گفتم ما جای خاصی نمیرفتیم عمه، شما کجا میرفتید؟ گفت اینجا یخت پامرغ رفتیم خریدیم، پامرغاش ارزو بود، یخت خریدم ببرم. به هر حال پای مرغ چیزی که به هر خونه ای لازمه. بعد کله شقایق رو گرفت چرت تو گونی گفت ببین چقدر تازه است. بعد شقایق رو کشیدم از گونی بیرون، گفتم که مبارکت باشه همین شالا که به خوبی و خوشی و اینا. بعد عمه رو چندم، حالا عمه من یه آدمیه که بو میچشه میبینه چی بگه که آبروی تو رو با خاک کوچه یکی کنه بدون هیچ پیش زمینه اون چیزی رو بگه که بدترینه. یه من شقایق رو کندم بردیم تو ماشین نشستیم، یه زارف یه چیزی نشست تو ماشین. نوشتن دوباره عمم بود، گفت کجی دارید میرید؟ منم تا یخته یه جاهایی برسونید، عیب ندارد که یه تعارف که به ما نکردید. نمیدونم نسل الان چرا این تکی شدن. داداشتم اون رو پیروزا دیدم و تا من رو دید خود چه قاطی موتورا قایم که نیزاشال. من نمیدونم چه کارش داشتم میکردم. من عمه من حرف که میزنه تا سرشو نبوری حرف میزنه، همینطوری میگه تا بیهوشه. بعد من اینطوری بودم خدایا خدا، یعنی میشه که نمیشد. بعد من گفتش که شاید این خانم شما شوهر داری؟ گفتم همه شقایق حسن. گفت حال هر گفت زهرمانی که این قصد حرف من نفر، شما شوهر داری؟ گفت نه من مجردم. بعد گفتمش بعد گفتش که بارچه چی شوهر نکردی؟ مردم اینقدر جلبن، اینقدر پشت سرت حرف میزنن، پشت سر دختر مجرد اینقدر حرف میزنن، اینقدر حال ما که اصلا کار میکنیم، زندگی کس نداریم، ولی شما باری شوهر بکن. شما اگه میخوای درس بخونی بخونت ندارد، اگه میخوای کار بکنی بکنت ندارد، ما اصلا کار به هیچیش نداریم. ولی خوشبختی واقعی اون موقعی که شما شوهر میکنی. مثلا من خودم قبل از اینکه حاج مسیب جان جان جانان بیاد منو بگیره در 12 سالگی اصلا قبل زندگی نکرده بودم که کل این 12 سال انگار که هیچی به هیچ کجا نبود. بعد از اینکه شوهر بکنی شما اون بیزار برداری که جلوی شوهرت بکنی اون قضایی بلاش مسی، اصلا خوشبختی واقعی چیزی که من نمیدونم مالتون توصیف کنم اصلا. بعد شقایق اینطوری بود، بعد من اینطوری بودم. بعد گفتش که حالا شما بابات چه کار است؟ گفتش که پدر من صادرات واردات کفش دستدوز چرم و اینا دارن. گفت چقدر جالب، محمد آقا تنپایدوز در گوچه ما دقیقا کارش همینه. فقط اون دخترش از این ماشین ها زیر پاش ننداختد و معلوم نی بابا چه کار میکنه. خدا روزی همه رو مباه بکند انشاءالله، همه روزی حلال بیارن سر خود زندگی خود. چون شما هم شوبر کن زینبه رو نگاه بیش نکن. این زینبه ماشالله بر روی قیافه که بیش ندارد چند نهوی انتر میمونه، قد و بالای درست حسابی هم که ندارد و پدر مادرش هم که اصلا حالا پدرش بردارم کم زندگیشون نیزشته به حضرت عباس، اگه خدا وکیلیشو بخواد برات بگم کم زندگیش نیزشته، ولی مادرش بیا ببین چه سدیده. یه خوده من همیشه خودم گفتم مرد کاری ماشال بیکارم بوده ندارم، سالم ماشال سیگارو میکشید نواد مخدری نبود اصلا اب ندارم، یه لقمه نون حلال مال زن بچهش میارد سر سفره حال قچق فروشیو میکه اب ندارد که بابای زینب بدبختم بخاطر اینکه کم زندگیش نیزاره یه چهار پنج بار قچق فروشی که افتاد زندان. این زن هاپار خانم ببین چه
تازه شوورش رو گفت. من خودم اون موقع که تازه شوور کرده بودم در 12 سالگی چقه یخ حوض میشکستم، همه اون سخونم تلیک تلیک میگه. مادر شوورم هم هاپار خانم بالا سرم وایسته اون چقه منو چه زود. الهی که خدا عذابشو زیاد بکنه. ولی با این همه یک کلم پشت سر حاج مصیب جان، جان جانان هر ساز آدم من که شما دارید این تکی برخورد که این زنی که بعد من کماکان اینطوری بودم، بعد شقایق اینطوری بود. بعد گفتیم که خب دیگه ساکت شد دیگه، ولی انگار که داشت یه انرژی میخواست بگیره و دوباره ادامه بده. گفتش که حالا شجاعتین خانم، شما اگه میخوای شوبر بکنی و مشتاق ازدواجی که چرا نباشی دختر به این خوبی به این قشنگی به این خانواده داری مالی تو چرا میخوای شوبر کنی؟ من خودم یه پسر بهمه چقه بچم آقا خوشگل خوشتیب تحصیلاتش کامل دانشگاهش تا تخونده سیکلشو گرفتیم زدیم به دیفال اتاق خدمتش کامل 2 سال بچم خدمت که لب مرز لب مرز قوم و تهران بچم خدمت که الان هم پیشتایش با نفت کاری کار میکند. فقط یخت بچم کفتر بازه که اونم ندارد که بابا همین زینبه اینقی کفتر باز سرم گرفت درست نشد. یعنی ببین چه خزن بچه سر کفتر گدگزه اونم نشد گرفته روح لطیف بچه منه مردم کنه کنه که خونشون بیاره کس چیزمشون نمیگرد نگردن. بعد شقایق از خود گفتم ما رو پرت کرد از ماشین بیرون. بعد گفتم عمه چرا این کارو با من کردی؟ گفت چه کار کرده؟ وای خواهی به سر پامرغا به ماشینش بود اینا همین تکی باباشم همین کاراری که پولاش جمع که ماشین خدت نقطه زیر پا بچه این سگ حسندله این و به اون و تو خیابونه میکردن پول مردم رو میخورد دیگه. خلاصش که شقایق من که ریخت منو نبینه دیگه اون پروژه رو پول داد و انجام داد و منم الان با بدریه و گردیه دارم زندگی میکنم که حالا درسته که اونا خیلی با کلاس هستن ولی من ازشون با کلاس هستم.